15 دقیقه اخیر برنامه را ما اختصاص دادیم به موضوعی که هر روز در جامعه خیلی زیاد پایین و بالا میشه و ما شاهد ازی هستیم که موج دوم کرونا آمده و ما سوالات را به شما مطرح میکنیم، شما که با تماس گرفتن به ما به سوالات ما پاسخ میدین که شما برنامه هم 0700111130 هسته. آیا رعایت فاصله اجتماعی میتواند از انتقال ویروس کرونا جلوگیری کنه یا خیر؟ سوال برنامه هسته که در زیر تلویزیون تانم شما هم میال میبینین، پس شما هم به تماس شوین و به سوال ما پاسخ بدین. بله، این بخش ما از این به بعد از طریق برنامه صبح زندگی ترتیب شما اجرا میکنیم، شما هم میتونید دیدگاه ها و نظریاتتون با ما شریک بسازین تا اینکه هم هموطنان عزیز ما هم بدانن و بفهمن. شماره تماس 0700111130 است و موضوعی هم که ما اشاره کردیم، آیا رعایت فاصله میتونن جلوگیری از ویروس کرونا داشته باشه یا خیر؟ شما هم میتونید دیدگاهتون با ما شریک بسازین و طور زنده و مستقیم تماس بگیرین و بگوین. همونطور است. بله، همین قسم است. سوال هم در زیر صفحه تلویزیونشان همیال نمایش داده میشه، شما هم سوال را دیده و به خاطر پاسخ با ما به تماس شین و شماره برنامه 0700111130 هست و سوال ما همی است که آیا رعایت فاصله اجتماعی میتونه که جلوگیری از انتقال ویروس کرونا شوه یا خیر؟ شما فقط به تماس شین و به سوال ما پاسخ بدین. تماس ها هم خیلی زیاد هست. بله. ولی فکر میکنم جای درست را انتخاب نمیکنن، تلفنشون قطع میشه و یا هم که خودشون قطع میکردت ندارن، این فهم مشکل چی است؟ خب همه دوست دارن که تماس بگیرن. بله. در تلاش ازی هستن، پس به مو خاطر خطا مصروف میباشه. شما هم میتونین دیدگاهتون با ما شریک بسازین و توی که هم هموطنان عزیز ما بدانن بفهمن که آیا رعایت کردن اجتماعی میتونه از ویروس کرونا جلوگیری بکنه یا خیر. 100% گپ هست، باید ما فاصله ها را به اصطلاح عامیانه فاصله ها را در نظر بگیریم، دوری بکنیم از فردی که ویروس کرونا داره یا مبتلا به امراض ساری یا امراض فصلی هستن، توی که ما شما هم در امان بمانیم. بله، سلام، صبحتان بخیر. بله، سلام علیکم برادر، صبحت بخیر. صبح شما هم بخیر. کی هستین؟ از کجا تماس گرفتین؟ از بتال خیرخانه جواد هستم. بسیار خوب، موضوع برنامه یا سوال برنامه را میخواییم با شما هم شریک کنیم. آیا رعایت کردن فاصله های اجتماعی میتواند از ویروس کرونا جلوگیری بکنه یا خیر؟ بله، چطور نمیتونه همینجور؟ تماسشان قطع شد. وقتی که با تماس میشین موقعیت درست را انتخاب کنین تا که تماس های شما درست وصل شد، ما بتونیم نظرتتون یا پاسخی را که به سوال ما میتین را در برنامه داشته باشیم. پاسخ های شما خیلی خوب هست که تماس داریم. سلام، صبحتان بخیر. صبحتان بخیر. اسمتان؟ احسان الله جان. سوال برنامه ما، آیا با رعایت کردن فاصله اجتماعی ما میتونیم از ویروس انتقال ویروس کرونا جلوگیری کنیم یا خیر؟ و منتظر جواب شما هستیم. بله، انشاءالله ما میتونیم که با فاصله اجتماعی از ویروس کرونا خود را جلوگیری کنیم. بسیار عالی. آیا شما این موضوع را رعایت میکنین؟ کم کم، زیاد نه. چرا کم کم؟ چون موج دوم کرونا آمده، باید بیشتر متوجه ساعتتان باشین. خب همین موضوعی که هیچ گپ نیست خیلی در افغانستان زیاد هسته که باید خیلی باید متوجه باشن. همه قسمتانه؟ این گپ واضح بوده، همگی هموطنان ما بخصوص در هر جایی که ما برابر شدیم گفته هیچ گپ نیست. اما باز بدبختانه بگویم که یک هموطن ما مصاب به ویروس کرونا شدن و اونا مبتلا شدن و بعضی ها خدای نخواسته هم از بین رفتن. سوال بعدی هم داریم، آیا ممکن است از طریق ایوان خانگی ویروس کرونا یا کووید 19 مبتلا شیم یا خیر؟ شما بیننده ما هستین، تماس بگیرین و جوابی که شما دارین بر ما هم بگوین. تماس هم داریم. سلام سایل جان. سلام، خوب هستین؟ تشکر، سلامت باشین. سوال برنامه ما این است که آیا ممکن هست توسط حیوانات خانگی ویروس کرونا انتقال پیدا کنه یا خیر؟ بالا حیوانات خانگی رو ما باید خانه ما دور کنیم، نباید در خانه نگهداری کنیم که با ویروس کرونا با باد بسازد. آیا شما حیوان خانگی دارین؟ نه، خیر نداریم.
خب بسیار عالی، ولی باید اگر متوجه صحت حیوانات خانگی هم باشیم، یعنی پیش دکترش ببریم، مطمئنا از ویروس کرونا جلوگیری میشن. بسیار از تشکر. خیلی ها مسئول جان اگر دقت کرده باشی حیوان خانگی را دوست دارن، یا گرگ است یا پشک است یا مرغ است یا امثال از او پرنده ها است که خیلی دوست دارن، به او اساس باید ما و شما جلوگیری بکنیم، خودداری بکنیم تا ای که در امان بمانیم. سوال بعدی هم شما دقت بهی بکنید، آیا شستن دستا هم چقدر میتونه مؤثر واقع شوه؟ آیا در قسمت جلوگیری از ویروس کرونا در امان باشیم یا خیر؟ بله، سوال برنامه ما، آیا شستن دست ها چندین بار در روز میتونه که از انتقال ویروس کرونا جلوگیری کنه یا خیر؟ سوال برنامه ما هست و فکر میکنم تماس هم داریم، تماس را میگیریم. بله، صبحتان بخیر. به شما همچنان سلامت باشین، زنده باشین. سوال برنامه ما این است که آیا با شستن مکرر دست ها در روز میتونیم از انتقال ویروس کرونا جلوگیری کنیم یا خیر؟ بله، این کار هم میکنیم به خاطر صحت هموطنهای ما، به خاطر گسترش ویروس کرونا باید همه افغانهای کار بکنن، چون بله این کار برای هر مسلمان فرض است که باید کار بکنه، به خاطر گسترش ویروس کرونا باید دستای خود بسیار مکررن با هم زدی و خونه کنن، خب از رفتن به جاهای بیروبار باید جلوگیری کنه. باید خودتان روزانه چند بار دستایتان هم میشوین و چقدر این موضوع را مد نظر گرفتین؟ خب مثلا روزی 3 بار، مثلا در وقتی غذا خوردن روزی 3 بار مکررن میشویم، یا بیشتر یا کمتر، مثلا با صابون یا هر چیز دیوفونی که باشه میشویم دستایمون مکررن، از جای بیروبار خودداری میکنیم. من یک مشوره میتونم که کوشش کنیم بیشتر دستایتون نباشین، 3 بار خود قبلا هم میشین، حالا ویروس کرونا اومده بیشتر باشین، چون وقتی که بعضی وسایل دست میزنین شاید همونجا ویروس کرونا باشه، یا کسی که ویروس کرونا داشته باشه در اونجا دست داده باشه، پس هر وقت به هر وسیله دست زنین دستایتون نباشین تا که به ویروس کرونا مبتلا نشین. بسیار تشکر. تشکر، زنده باشین. ممنونتان. بله، باید دقت بهی بکنیم که روزانه بار بار دستای خودمون رو با آب و صابون بشوییم، شستشو بکنیم تا اینکه خدای نخواسته امراض ساری کووید 19 یا ویروس کرونا سرایت نکنه، حداقل 20 ثانیه رو در نظر بگیریم، با آب و صابون مکمل دستای خودمون بشوییم. اینکه طریقه شستنش همون است که طب طبابت هم میره بیان کردن که حداقل 20 ثانیه باید دستای خودمون ما شستشو بکنیم. بله، خیلی این موضوع مهمترین موضوع همی انتقال ویروس کرونا همی است که باید دستای ما رو مکرر در طول روز شستشو بتیم، ضد عفونی کننده بزنیم تا که مواد از طریق ما به کس دیگه انتقال پیدا کنه یا از طریق اونا به ما انتقال پیدا کنه، فاصله عمو اجتماعی را مراعات کنیم، متوجه باشین که به کسانی که دچار زکام، ریزش و گلوندردی هستن نزدیک نشین، و کسانی که به این موضوع دچار شدن همیشه کوشش کنین ماسک بزنین تا که از ویروس انتقال جلوگیری شود. خود دست بسیار مضر است و زمانی که دست میتیم با یک هموطن ما. خب بله، تماس داریم. بله، سلام، صبح بخیر. بله، صدای ما را دارین؟ فکر میکنم تماس از اونا قطع شد. بله، تماس و موضوعی که ما انتخاب کردیم، هر زمانی که شما میخواین به برنامه تماس بگیرین جای مناسب و اختیار بکنین تا ای که تماستان با ما وصل شود، تلفونتون آنتن درست داشته باشه، آنتنش قطع نشه تا که ما با شما در تماس باشیم. و هموطنان ما زیاد کوشش میکنن که صدای خودشان را از طریق تلویزیون بشنون، پس لطفا وقتی که با تماس میشین صدای تلویزیون تان پخش کنین تا ما صدای شما را واضح و شفاف در برنامه داشته باشیم، و فراموش نکنین که همیشه متوجه صداتون باشین. قسمی که برادرم گفت در هفته ما در روز 3 بار میشویم، اینا خود در سابق هم حتما انجام میدادین، ما شکر خدا مسلمان هستیم و وضو میگیریم به 5 وقت، تماس هم داریم، پس بیشتر باید این کارا کنیم. بله، تماس داریم. بله، سلام، صبح بخیر. سلام، احمد دیگه واسم از نای اول با تماس داریم. بسیار خوب شکیب جان، موضوعی که ما اشاره کردیم، آیا شستن دست ها بار بار در روز جلوگیری از ویروس کرونا می داشته باشه یا خیر؟ بله، مطمئنم این کار بسیار خوب است. ما باید روزانه چند بار دست های خود مکررن با آب و صابون بشوییم که این کار مانع از انتقال ویروس کرونا میشه. بله، در خانواده شما چند نفر هستین و این موضوع را شما در خانه هم یاد کردین، گفتین که بار بار دستایتون را شستشو بکنین؟ دقیقا ما به این موضوع بسیار اشاره کردیم، ما در فامیل 5 نفر هستیم، هر کس از صابون مختلف و جداگانه استفاده میکنیم که
مانع ویروس کرونا شد و انتقال نکنه، یعنی ما دو نفر از یک صابون استفاده نمیکنیم. چقدر کار نیک میکنین. تشکر از شما هموطن عزیز، انشالله که در امان بمانین از ویروس کرونا. تشکر از برنامه خوبتان، وقت خوش، خداحافظ. سلامت باشین. واقعا موضوع خیلی خوبی را اشاره کردن و هموطن عزیز، شما هم از طریق صفحات اجتماعی که همیشه در او آنلاین هستین میتونین یک کار مثبت را انجام بتین که همین موضوعاتی را که باعث جلوگیری ویروس کرونا میشه یا انتقال ویروس کرونا میشه را در صفحاتتون شیر کنین تا هر کسی که را میخونه متوجه ساعت خود باشه. میریم طرف سوال بعدی برنامه که به نظرتون برای وقایع ویروس کرونا از ویروس کرونا چی کار را باید انجام بتیم و یا فاصله چند متری را باید رعایت کنیم؟ تماس هم داریم. خب هموطنان عزیز تلاش میکنن که تماسشون برقرار شوه و باید ما و شما دقت به این بکنیم که البته دیدگاه های شما بر ما خیلی ارزش داره. به نظر شما آیا برای وقایع از ویروس و کرونا فاصله چند متری را باید رعایت بکنیم؟ حداقلش 3 متر. 2 متر. این فصل دوش که آمده باید 3 متر رعایت بکنیم. در گذشته 2 متر بود، حالا باید 3 متر. خب چی خوب است که بزرگای ما شما گفتن دوری و دوستی، هر قدر دور باشه در امان بمونیم. آل حقیقت شده امروز این موضوع حقیقت شده، باید در مسئله که خیلی سابق یادآور شده بودن. آل حقیقت میشه دوری و دوستی و به خاطر ای که هموطنان ما را دوست داریم و کسانی را که دوست داریم به مرض کرونا دچار نشن باید ازشان دوری کنیم، چرا که تا 14 روز چون علائم خود را نشان نمیتن ما نمیدونیم چه کسی به این مرض مبتلا شده. به اون خاطر خیلی خوب هسته که پیش از هر دست دادن یا پیش از هر دیدن باید امو ماسک بزنیم، دستای خود ضد عفونی کنیم تا که مبادا به مرض کرونا دچار شیم. مریم جان روی خط هستن. سلام مریم جان. بله سلام علیکم. صحبتان بخیر. سوال برنامه ما این است که ما آیا با فاصله به نظرتان با چقدر فاصله میتونیم از انتقال ویروس کرونا جلوگیری کنیم؟ باید فاصله یک متر حداقل رعایت کنم. بله. خودتان آیا وقت دوستان میتونم میبینین آیا این موضوع رو مد نظر میگیرین؟ آه کم کم در نظر میگیریم. یا اگر دوستان هم میبینین دیگه این موضوع فراموش میشه و در بغل میگیرینش؟ نه او تو زیادم نه. خب بسیار عالی، تشکر. تشکر از شما، خداحافظ. بله این یک موضوع است که واقعا ما شاهد ازی هستیم وقتی که دوستا یک دیگر را میبینن میگن اگر از توی موضوع مرا بگیره خیر فرق نمیکنه، ولی خیلی متوجه صحتتان باشین که از شما فامیلای محترمتان نگیره، پدر جان و مادر جان و اطفال خورده نگیره. این عرف عنانات ما شما افغان ها هست که خانم ها هم میبینن یکی دیگه خونه سلام کلامشان زیاد است و مردها هم قول میتن، روی بوسی میکنن، بغل کشی میکنن که این باعث خدای نخواسته مبتلا شدن به ویروس کرونا است. سپاس امتنان از شما عزیزایی که بینید برنامه صبح زندگی بودین و برنامه ما هم همیشه به پایان رسید. تا دیدار، خداوند یار و مددگارتان، بدرود. ممنون از شما عزیزان که بیننده برنامه بودین. تا برنامه بعد بدرود. سپاسگزار هستم از اینکه بیننده برنامه های ما هستید. اگر میخواین برنامه قبلی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. اگر میخواین برنامه بعدی ما را ببینید اینجا را کلیک نمایید. و اگر میخواین به چینل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا بپیوندید پس اینجا را کلیک نمایید.